حج مظهر اتحاد امت اسلامی است. سعی کنید این اتحاد به هم نخوره. سعی کنید این اتحاد به هم نخوره. ائمه علیهم السلام می رفتن در نماز جماعت پیش نمازی که توی مسجد حرام نماز بخون شرکت میکردن. امام صادق میرفت شرکت میکرد، تعمد داشت که شرکت کنه و ببینن. برای چیه؟ چرا اینا رو ما این حرفا رو چرا یادمون میره؟ هی صد بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاب ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله ها و چکاب هایی که همیشه انگلیس ها استفاده کردن چکاب بین شیعه و سنی بود. نکنند برادران زد با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم هست، اشتراکی نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم، این همه موارد اشتراک داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلاف. نگذارید، نگذارید. امام رضوان الله علیه ممنوع کردن نماز جماعت را در داخل کاروان ها. اون وقت گفتن نکنید، برید اونجا نماز بخونید، تو مسجد برید. اما برای همین اتحاد، این اتحاد رو هرچی میتونید بیشتر کنید. یکی از چیزهایی که میتوانه موجب اتحاد بشه تماس های مبین و خوبه. تماس یکی از چیزهایی که میتوانه مورد اتحاد بشه استفاده از این قراء محترمه. امسال شنیدم باز تعدادی قاری به حمدالله دارن میرن، بسیار کار خوبیه. اینا برن این قراء محترم بخونن، لذت ببرن شنوندگان تلاوت کلام الله، کمان که بنده هر وقت میشنوم واقعا لذت بسیار میبرم از خوندن و تلاوت اینها. یکی از کارها که وحدت ایجاد میکنه همینه. قرآن مایه وحدت بین مسلمینه.